خیلی از دفاع ها رو ما آموزش دادیم که مثلا پاک ساو کن، تان ساو کن، این کارو کن، اون کارو کن، ولی عموما سوالی که برای مخاطب پیش میاد که حالا مثلا مشت اولو دفاع کردم من، معمولا اینطوری نیست بزنه بمونه یا کتک بخوره، که یه نشون میده بعدی رو میزنه، من مشت دومو چی کار بکنم؟ سلام، این جلسه میخوایم در رابطه با مشت زدن جفت صحبت بکنیم، یعنی حریف مشت میزنه اولیو دفاع کردیم، دومیو چیکار کنیم؟ وینچون برای این حالت چه استراتژی داره؟ چه باید بکنیم که بتونیم مشت‌های پیاپی حریف رو دفاع بکنیم؟ ببینید دوستان، ما مشت‌هایی که توی درگیری‌ها رایج، حالا ما داریم توی ایران صحبت می‌کنیم دیگه، عموماً مشت‌ها مستقیمه، یعنی یا دارم وینچون کارم، وینچون کاری دارم مشت می‌زنم، یا بوکسورم این شکلی مشت می‌زنم، مسیر مشت یا مستقیمه یا مشت داره یه هولی رو طی می‌کنه، یعنی از طرفین من میاد، از طرفین من میاد، یا اینکه حالا به قول خودمونی چاله بازاری دارن چیز می‌کنن، از این ور میزنه، یا مشت داره این شکلی میاره، یا ما حالا بهش میگیم بک، از این ور برمیگردون، یعنی قوس رو طی میکنه. این سه حالت عموم مشت زدن هست توی درگیری هست. ما برای اینا چیکار میکنیم؟ ما یه سنتر لاین رو تعریف کردیم، یک گاردی رو تعریف کردیم، گفتیم ما هول این گارد کار میکنیم، یعنی اگر حریف من بخواد بیاد اول چرخشو بزنید، نگاه کنید من همیشه حریف ضربه مستقیمم سریع‌تره، درسته؟ ما گفتیم ما دبل مش میریم تو دیگه، یعنی این شکلی نیست تو درگیری این شکلی وایسیم ایراست بشینیم، حالا شما مش بزن، حالا چک کنم چیکار، این شکلی نیستش. من این شکلی وایسادم اگر بدونم درگیری، اگر فاصله‌م رسیده باشه با فاصله مش، همه این اگرها هستا، یعنی این نیستش که من از فاصله مش، از فاصله پا، از فاصله بیش از یک پا بیام این شکلی، نه من رسیدم اینجا، شما بیا جلوتر، من اینجا رسیدم، حریفم اینجاست، میخواد درگیری به وجود بیاد، میدونم درگیری من دبل مشتم، حالا که مش میزنه این شکلی میرم تو، یعنی یکی از دستام که همزمان با مشتم هستش دفاع رو انجام میده، اون یکی مش. و حالا قاعده کلی هم اینه که من اینجا وایسادم، این همیشه سریع‌تره دیگه، مسیر مستقیم کوتاه‌تره و سریع‌تره. این اولش. دومیش که میاد از قطر، این هم به این شکله، یعنی من مسیر مستقیم، این داره یه مسافتی رو طی میکنه، حالا اگر بتونه طی بکنه، یعنی اگه ما توی اتوبوس باشیم، توی مترو باشیم، توی آسانسور باشیم، فضا بسته باشه، دیگه نمیتونه همچین کارهای مانورایی بده، کوتاه‌تر عمل میکنه، ولی اگر هم بتونه من از اینجا ورود پیدا میکنم و تپ 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 تپ، وینچون هم که میدونید پشت سر هم مش تعداد میخوره، اگر هم مستقیم بیاد این شکلیه که من به واسطه مثلثی که دارم برخورد به وجود میارم، جزء قوانینمون بود دیگه، برخورد به وجود میارم و میرم تو. آقایی من این شکلی برخورد به وجود میارم، بعد بعدیشو برمیداره میاره. سوالی که برای بچه‌ها پیش میاد اینه که حالا من اینو دفاع کردم، اینو چیکار کنم؟ برم برای دفاع بعدی، حالا اگه بعدی مثلا یه آپر بیا یا یه چیز، نه نه، شما نباید بیافتید توی تدریس کردن، توی دفاع کردن، یه دفاع کنی، یه دفاع کنی، فایت دیگه، درگیری توی خیابونه. من از اینجا به واسطه این برخوردم اول که نفوذ میکنم، من به محض اینکه برخورد به وجود بیارم خشک نمیشم همینجا تا بعدی رو بزنه. دوم، موقعی که میخواد بزنه، قبل از اینکه اونو بزنه اینو داره میکشه عقب که من باهاش میرم تو، یعنی من مثل مگنت عمل میکنم، به محض اینکه این شد میرم تو، دارم و مثلث من داره فضاهای منو، ولی به محض اینکه حریفم دست اولو میزنه، حالا فرضم بذاریم حریف من مشت اولو که میخواد بزنه اصلا نمیزنه، فقط میخواد بترسونه، نه ما اصطلاحا میگیم فوش داد، یعنی اون حمله استارت درگیری رو به وجود آورد، یعنی وقتی میزنه من تو هم، به محض اینکه تو فاصله دستی، الان فاصله پا بودیم، تو فاصله دست، موقعی که نشونم میده من تو هم، این نیستش که من این شکلی وایسم. پس ما یه قاعده کلی داریم، ما قاعده مثلثمون رو داریم، نفوذپذیریمون رو داریم، مانساوسوای نمیسیم، دبل مش وای میسیم، نفوذ میکنیم، ضربه مستقیم میزنیم. یه چیزی رو همیشه فاکتور تو ذهنتون داشته باشید، اگر شما توی درگیری که میدونید 100% میخواین درگیر بشید و میخواین آسیب بزنید، اگر 100% مشتای پیاپی برید، 90% کارو رفتید جلو، یعنی 90% دفاع ها رو میتونید انجام بدید، 90% درگیری ها رو میتونید
برتر باشید. برای قسمت پایانی ویدیو یه نکته من عرض کنم خدمتتون. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که همه اینها ممکنه اتفاق بیفته و من بتونم برم تو. حالا اگه نیروی حریف بیش از نیروی من بود چه کنم؟ یعنی من اینجا وایسادم، حریفم به من مش میزنه، من این شکلی ورود پیدا میکنم، حالا مشت حریف بیش از نیروی من بود، من چه کنم؟ من ببینید سبکی که علمی طراحی شده باشه برای هر شرایطی یه دلون استراتژی داره، یه فنی داره، یعنی برای هر اکشنی یه ریاکشنی داره، یعنی میتونه جواب بده، میتونه پاسخ بده. ضمن اینکه این ریاکشنه باید یه چیزی باشه که همه بتونن اجرا کنن. اینم که دیگه یکی از برتریای وینچو نسبت بقیه سلف دیفنس ها این بود که همه میتونن انجامش بدن دیگه. ببینید ما یه سری تمریناتی داریم به نام چیساو، یه سری تمریناتی داریم به نام دانچی که با واسطه اون بیادایسین من از اینجا نیرو میارم میاد داخل. نگاه کنید تخلیه کرد چون من ورود پیدا کردم. حالا شما نیرو میاری اینجا، نیرو که داره بیش از نیروی من میشه من تخلیه میکنم. ما اینا رو تمرین میکنیم، همین شکلی هم توی پونساو یا چیساو این کارو میکنیم. یعنی من دارم کار میکنم از اینجا تخلیه میکنم، بذارید من بیام، من از اینجا پاکساو میکنم، نگاه کنید تخلیه. این تخلیه ها کجا به دردم میخوره؟ وقتی نهادینه بشه برای شما، وقتی شما بتونید به عنوان بازخورد هاتون تعریفش بکنید که بتونه دستگاه پی ان اس تون زود اینو اعمال بکنه. این شکلیه، من از اینجا وارد میشم تا حریف میاد میبینم نیروش اینور خالی میکنم و ورود پیدا میکنم، یا برعکسش اینور که داره میاد من میبینم این شکلی خالی میکنم. یعنی این تشخیص به واسطه ارزم به حضورتون ذهنتون نیست که بگی من اون موقع خب باید چه کنم که اینو بفهمم، نه، این به واسطه تمرینتونه. ببینید بچه ها، ما یه سری اعمالی رو انجام میدیم، یه سری آورانها، یه سری دستگاه‌های حسی حس میکنن اینا رو، برمیگردونن توی پی ان اسمون، توی سیستم عصبمون، بعضیاش میره توی مغز تحلیل میشه جواب میده، بهش میگن واوران، برش میگردونه. بعضیاش اصلا به مغز نمیرسه چون یه سری تعریف هایی رو دارم براش. مثلا من از کودکی موقعی که شروع میکنم راه رفتن پام گیر میکنه، میخورم زمین، بعد از دفعات زیادی خود بدن میفهمه که موقعی که این اتفاق افتاد باید این بازخورد رو داشته باشه. دست من موقعی که به یه جسم داغ میخوره بدون اینکه به مغزم برسه همونجا از طریق سیستم پی ان اس برمیگردونه، یعنی اینطوری میرسونه من، این ریاکشن نشون داده میشه. به واسطه یه تمرین شما میتونی اینا رو هم بیاری این تو، یعنی انقدر تمرین بکنی که اگه کسی به نیروی وارد کرد این قسمت دستت، شما مثلا این حرکت رو انجام بدی. ولی زمان میبره، تمرین باید انجام بشه، به واسطه تمرین همه چیزش اوکی میشه. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اگر نظری دارید برای ما کامنت بکنید، لایک سابسکرایب یادتون نره، ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. تا هفته بعد با ما همراه باشید.